1984 نوشته جورج اورول ترجمه مهدی بهرمند با صدای هلیا مقصودی قسمت پنجم وینستون با چشمهای پر از اشک از خواب پرید جولیا با خواب آلودگی خودش را به او چسباند و زمزمه ای کرد چلین به نظر می رسید که می گوید چه خبره؟ وینستون گفت خواب می دیدم. اما دنباله صحبتش را قطع کرد. خوابی که دیده بود بیش از آن بغرنج بود که بتوان با کلمات آن را تعریف کرد. زیرا علاوه بر رویا در چند لحظه پس از بیدار شدن، خاطره ای با آن درامیخته و درک آن را مشکل کرده بود. در حالی که هنوز در محیط رویا به سر می برد چشمهایش را بر هم گذاشت و دراز کشید. رؤیایی وسیع و درخشان دیده بود که در آن سراسر زندگیش مثل منظره یک غروب تابستان که پس از بارش شدیدی درخشندگی پیدا می کند در برابرش گسترده شده بود. واقعه در داخل قطعه بلور روی داده بود اما محیط قطعه بلور گنبد آسمان بود و در داخل گنبد همه چیز در نوری پاک و صاف که از میان آن تا مسافتهای پایان ناپذیر دیده میشد غرق شده بود این رویا با حرکت بازوی مادرش توهم بود و این حرکت بازو سی سال بعد از طرف زن یهودی که در فیلم دیده بود تکرار شده بود زن یهودی قبل از آن که بر اثر شلی که گلوله های هلیکوپتر متلاشی شود سعی کرده بود که کودکش را در مقابل گلوله ها حفظ کند و این حرکت بازو رویای وینستون را تا حدی قابل درک می کرد. و علاوه بر آن مفهومی به آن می بخشید. وینستون گفت میدونی که من تا الان معتقد بودم که قاتل مادرم هستم. جولیا در حالی که هنوز در خواب بود پرسید چرا مادرتو کشتی؟ من اونو نکشتم. حداقل از لحاظ فیزیکی اونو نکشتم. در عالم رویا آخرین نگاهی را که به مادرش انداخته بود به یاد آورد. و در چند لحظه بیداری وقایع کوچک مربوط به مادرش همه ناگهان به خاطرش بازگشته بود. این خاطره ای بود که او شاید به طور عمد آن را برای سالها از ذهن خود دور کرده بود. درباره تاریخ وقوع حادثه چندان اطمینانی نداشت ولی فکر می کرد که در آن هنگام شاید ده یا دوازده سال داشته است. پدرش چندی پیش از واقعه ناپدید شده بود. اما او نمی توانست به خاطر بیاورد که این اتفاق دقیقا چند سال قبل از آن روی داده است. اما حالا اوضاع شلوغ و ناراحت آن زمان ترس شدیدی که از حمله هواپیماها وجود داشت پناه بردن به ایستگاه های مترو خرابه های ساختمان ها اعلانات بزرگی که به در و دیوار زده میشد دسته های جوانان که یک نوع پیراهن خاص به تن داشتند صفهای طولانی مقابل مغازه های نانوایی. صدای مداوم مسلسل ها که از دور به گوش می رسید و از همه مهمتر این نکته را که هیچ وقت قضا به اندازه کافی وجود نداشت همه و همه را به یاد می آبر. همچنین به خاطر می آورد که بعد از ظهرها ساعات طولانی میان خرابه ها و زباله ها به همراه سایر کودکان به دنبال برگ های زخیم کلم، پوست سیب زمینی و بعضی اوقات سوخت نان که تکه های زغال به آن چسبیده بود می گشت. و یا اینکه کنار جاده که کامیون ها از آن می گذشتند می ایستاد. تا کامیون هایی که گفته میشد حامل غذاست از آنجا بگذرد و هنگام عبور از روی دستانداز ها تکه هایی از علوفه و غذای مخصوص دام به زمین بریزد و او جمع کند. هنگامی که پدرش ناپدید شد مادر تعجب و یا غم و اندوه شدیدی از خود نشان نداد ولی ناگهان زندگیش دچار تغییر شدیدی شد. به نظر می رسید که کاملا روحیه خود را باخته است و حتی برای وینستون روشن و آشکار بود که او در انتظار وقوع حادثه است که آن را قطعی می داند. مادرش همه کار می کرد. آشپزی، رختشویی، وصله لباس ها، مرتب کردن خانه، جاروکشی و گردگیری اتاق و همه این کارها را با کمال آرامش و بدون جنب و جوش و یا حرکات اضافی انجام میداد. درست شباهت به هنر پیشه ای داشت که روی صحنه تئاتر خود را به خواب زده و در همان حال کارهای خانه را انجام می دهد. و گویی بدنش خود به خود و طبیعتا به طرف سکون متمایل می شود. گاه اتفاق میافتاد که ساعتها بدون حرکت روی تخت می نشست و از خواهر کوچک وینستون که یک دختر سه ساله ضعیف لاغر و رنجور بود و چهرش از فرط لاغری شباهت به چهره بوزینه پیدا کرده بود پرستاری می نمود. اغلب وینستون را در آغوش می گرفت و بدون اینکه کلمه ای حرف بزند او را به سینه خود می فشد. وینستون با وجود جوانی و غروری که داشت درک می کرد که این کار با واقعی که باید اتفاق بیفتد به نحوی ارتباط دارد. وینسون اتاقی را که در آن زندگی می کردن به خاطر میآورد. اتاق تاریک و کوچکی بود که به نظر می رسید نیمی از آن را یک تخت خواب که روکش سفیدی روی آن افتاده بود اشغال کرده است. پشت میله های جلوی بخاری یک لوله حاوی گاز و در کنار اتاق گنجه مخصوص غذا و در محوته کوچک جلوی در اتاق یک بشکه آب که در آن رخت می شستند و ساکنین چندین اتاق دیگر هم از آن استفاده می کردند، وجود داشت. مادرش را به خاطر می آورد که بدن تنومند خود را روی لوله گاز خم می کرد و با حرارت گاز ماهیتابه را گرم می کرد و غذا می پخت. از این گذشته گرسنگی دائمی خود و مبارزه های سخت و گاه خونینی را که هنگام صرف غذا روی میداد با کمال وضوح به یاد می آورد. دائما به مادرش نق می زد که چرا غذا کم است. و گاهی سر او فریاد میکشید و به طرفش حمله ور میشد. حتی لحن صدای خود را که قبل از بلوغ بم شده بود و گاه شباهت به صدای مردان پیدا میکرد به خاطر میآورد. گاهی تظاهر به ضعف و گرسنگی می کرد. با ناله و زاری مادرش را به ترحم وا می داشت که بیشتر از سهمش به او قضا بدهد. و وقتی موفق نمیشد چنان نره میکشید که آب از بینیش سرازیر میشد. البته مادرش از دادن غذای بیشتر به او امتناعی نداشت و بر اثر جنجال و فریاد همیشگی او این عقیده را پیدا کرده بود که باید سهم پسرک را بیشتر بدهد. اما اشکال اینجا بود که هرچه بر میزان غذای او می افزود او تقاضای سهم بیشتری می کرد. سر هر قضا مادر به او التماس می کرد که اینقدر خودخواه نباشد و فکر کند که خواهرش گرسنه و مریض است و احتیاج به غذا دارد. اما فایده ای نداشت. و به محض اینکه مادر از ریختن غذای بیشتر به بشقاب او خودداری می کرد او به طرفش حمله ور می تا دیست و قاشق را از دستش بگیرد و گاه نیز نعر زنان غذای خواهرش را از بشقاب می میدانست که به این ترتیب مادر و خواهرش را دوچار گرسنگی و ضعف خواهد کرد اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. و حتی احساس میکرد که در قاپیدن قضا و محروم کردن خواهر و مادرش محق است احساس گرسنگی شدیدی که در شکم خود میکرد این کارها را در نظرش مجاز میساخت در فاصله بین صبحانه و نهار و شام هم اگر مادرش مراقبت نمی کرد به گنجه غذا حمله ور می شد و تا آنجا که می توانست از غذاها می دزدید و می خورد. یک روز جیره شکلات را توضیح کرده بودند. ماهها بود که جیره شکلات داده نشده بود و به این جهت شکلاتی که توضیح شد ارزش زیادی داشت و حالا او آن قطعه کوچک شکلات را به خوبی به یاد می آورد. شکلات در حدود دو اونس بود و روشن بود که باید به سه قسمت تقسیم شود. اما ناگهان گویی صدای کس دیگری را می شنود. صدای خود را شنیده بود که می گفت همه شکلات باید به تو داده شود. مادرش گفت که نباید اینقدر تمکار باشد ولی او شروع به بحث کرد این طرف و آن طرف پرید نر زد گریه کرد و بازی درآورد. خواهر ضعیف و جسه و مریضش دامان مادر را چسبیده گوشه اتاق نشسته بود و درست مثل یک بچه بوزینه با چشمهای درشت و قمزدش به او نگاه می کرد. بالاخره مادر ناچار شد که شکلات را چهار قسمت کند. سه قسمت آن را به او و یک قسمت دیگر را به خواهرش بدهد. دخترک قطعه شکلات را گرفت و به آن خیره شد. شاید نمیدانست که چیست. بعد ناگهان وینستون با یک جست خیزی برداشت و قطعه شکلات را از دست خواهرش قاپید و به اتاق دیگر فرار کرد. مادر فریاد زد وینستون وینستون شکلات خواهرتو بده. وینستون ایستاد. اما بر نگشت. چشمهای مادرش به چشمهای او خیره شده بود. و حتی در همان حال درباره اتفاقی که باید رخ بدهد و وینستون درباره آن اطلاعی نداشت فکر میکرد خواهرش که فهمیده بود چیزی را از او دزدیدند شروع به گریه کم صدا و ضعیفی کرد. مادر دستش را به گردن کودک انداخت و او را به سینه خود فشرد. گوی این حرکت مادر زبان داشت و به وینستون می گفت که خواهرش در حال مرگ است. اما وینستون سرش را برگرداند و در حالی که شکلات در دستش آب میشد از پله ها پایین رفت. مادرش را پس از آن هرگز ندید. پس از آن که شکلات را خورد گویی از خود خجل شده است ساعتها دور خیابانها پرسه زد. و بالاخره هنگامی به خانه برگشت که بار دیگر گرسنگی بر او چیره شده بود اما مادرش ناپدید شده بود ناپدید شدن اشخاص در آن روزگار کم کم عادی میشد. از متعلقات خانه جز مادر و خواهرش هیچ چیز دیگری کم نشده بود و آنها نیز هیچ نوع لباسی با خود بر نداشته بودند و حتی پالتوی مادر هم در اتاق بود. وینستون تا همین امروز هم نمیدانست که آیا مادر مرده یا نه امکان زیاد داشت که او را به یکی از اردوگاه های کار اجباری فرستاده باشند در مورد سرنوشت خواهرش هم فکر می کرد که ممکن است او را مثل خود وینستون به یکی از مستعمرات مخصوص کودکان بیخانواده که تأسیس آن نتیجه جنگ داخلی بود فرستاده باشند. این نوع مراکز را مراکز آبادانی می این امکان هم وجود داشت که او را نیز همراه مادرش به اردوگاه کار اجباری اعزام کرده یا آنکه در گوشه ای رها کرده باشند تا بمیرد. تاثیر این رویا هنوز در مغز وینستون به قدرت اولیه خود باقی بود و مخصوصا حرکت حمایت کننده بازو که رویا در آن خلاصه میشد در ذهنش کاملا نقش بسته بود فکرش متوجه رویای دیگری که دو ماه پیش دیده بود شد. مادرش را عینا همانطور که روی تخت خواب سفید و کهنه نشسته بود و دختر کوچک خود را به او می آویخت. روی عرشه کشتی مقروق که در عمق بسیار زیاد و در زیر پای وینستون قرار گرفته بود و دقیقه به دقیقه فروتر می رفت دیده بود. چشمهای مادرش را نیز دیده بود. که از همان عمق زیاد و از میان آب که لحظه به لحظه تیره تر می شد به او دوخته شده است. وینستون داستان ناپدید شدن مادرش را برای جولیا تعریف کرد. جولیا بدون اینکه چشمهایش را باز کند روی تخت دنده به دنده شد و در حالی که خود را جابجا نمود گفت: خیال میکنم که اون روزا یه خوک وحشی کوچولو بودی. اصلا بچه ها خوکن. آره جولیا. اما نکته حقیقی داستان. از طرز نفس کشیدن جولیا روشن بود که دوباره به خواب می روید. وینستون میل داشت که باز هم به صحبت درباره مادرش ادامه بدهد. از مجموعه آنچه که به خاطر می آورد نمی توانست نتیجه بگیرد که مادرش یک زن غیر عادی و یا یک زن باهوش و زیرک بود است. اما او دارای یک نوع اشرافیت و صفا و پاکی خاص بود. زیرا اصولی را که رعایت می کرد اصول مخصوصی بود و احساساتش به خودش تعلق داشت و عوامل خارجی نمی توانستند آن را تغییر بدهند. او معتقد نبود که آنچه که برای او مفهوم و معنای مورد نظر را ندارد اصولا بیمعنی و بیمفهوم است. اگر شخص کسی را دوست می داشت دوست داشتن کافی بود. و اگر چیزی نداشت که به محبوب خود بدهد کافی بود که عشق و علاقه و محبت خود را تسلیم او کند وقتی وینستون آخرین قسمت شکلات را هم خورد و تمام کرد مادرش کودک را در آغوش گرفته بود این کار فایده ای نداشت چیزی را تغییر نمیداد شکلات به وجود نمی آورد و مرگ کودک یا خود او را هم به تأخیر نمیانداخت اما برای او طبیعی بود که کودکش را در آغوش بگیرد و تسلی بدهد زن مهاجر نیز با دست و بازوی خود کودکش را در آغوش گرفته بود تا او را در مقابل شلیک گلوله ها حفظ کند و میدانست که اگر یک ورق کاغذ بتواند جلوی حرکت گلوله را بگیرد دست و بازوی او هم قادر به چنین کاری هست کار وحشت آور حزب این بود که مردم را معتقد ساخته بود که احساسات نتیجه و اثری ندارد و در همان حال تمام قدرت مادی دنیایی را هم از ایشان دزدیده بود و هنگامی که شخص در چنگال حزب گرفتار میشد آنچه که احساس میکرد یا نمیکرد و آنچه که انجام میداد یا از انجامش خودداری می کرد هیچ تغییری به وجود نمی آورد. و هرچه اتفاق می افتاد، به ناپدید شدن شخص منتهی می شد. و از آن به بعد نه از خود او و نه از عمل او چیزی شنیده نمی شود. و شما را مثل ماهی که از جوی بگیرند از صفحه تاریخ محو می‌کردند البته این کار برای مردم دو نسل قبل بسیار واجد اهمیت بود زیرا آنها سعی نمی‌کردند که تاریخ را تغییر بدهند و فداکاری ها و وفاداری های خصوصی که درباره آن شک و شبهی وجود نداشت بر زندگی ایشان حکومت می کرد. ارتباطات شخصی دارای اهمیت زیاد بود و یک حرکت دوستانه یک قطر عشق و یک کلمه که به مرد در حال مرگی گفته میشد ممکن بود در جای خود ارزش فراوانی داشته باشد. وینستون ناگهان به یاد آورد که کارگران هنوز این روحیات را حفظ کردند. زیرا آنها به یک حزب یا به یک کشور یا یک ایدئولوژی و طرز فکر وفادار نبودند بلکه به یکدیگر وفادار بودند برای اولین بار در سراسر زندگی خود احساس کرد که نسبت به کارگران تنفری حس نمی کند. یا آنها را فقط نیرو و قوه ساکتی نمی داند که روزی باید از جا برخیزند و دنیای تازهی بسازند. فکر کرد که کارگران همچنان انسان باقی ماندند. درون و دلشان خشونت نیافته و هنوز به احساسات و هیجانات اولیه بشری که خودش باید با کوشش فراوان از نوع آن را یاد بگیرد پای بندند. و هنگامی که در این بار فکر می کرد بدون اینکه ارتباطی وجود داشته باشد به یاد آورد که چگونه چند هفته پیش مچ قطع شده ای را وسط خیابان دیده و آن را با نوک پا مثل ساقه کلم به جوی کنار خیابان پرتاب کرده بود با صدای بلندی گفت کارگرا انسانند ما انسان نیستیم جولیا که بار دیگر از خواب بیدار شده بود پرسید چرا؟ وینستون چند لحظه فکر کرد و بعد گفت هرگز به خاطرت رسیده که بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که قبل از اون که دیر بشه از اینجا بیرون بریم و تصمیم بگیریم که دیگه هرگز همو نبینیم؟ بله عزیزم این موضوع به فکرم رسیده اما با وجود این خیال ندارم که هرگز دست به چنین کاری بزنم. جولیا ما تا حالا آدم های خوشبختی بودیم. اما این وضع نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. تو جوونی، سالمی، بیگناهی و اگه از کسانی مثل من دوری کنی میتونی حداقل پنجاه سال دیگه زندگی کنی. نه خودم این فکرها رو کردم. اما هر کار تو بکنی منم همون کار رو میکنم. از این گذشته خیلی هم نگران و ترسو نباش. من استعداد خاصی برای زنده موندن دارم. جولیا ممکنه که برای شیش ماه یا یک سال دیگه کنار هم باشیم. کسی نمیدونه. اما بالاخره که باید از هم جدا بشیم. فکر کردی که بعد از جدایی تا چه حد تنها میشی؟ وقتی ما رو پیدا کنن هیچ کدوم از ما نمیتونه هیچ کاری به معنی واقعی کلمه هیچ کاری برای دیگری انجام بده اگه من اعتراف کنم اونا تو رو تیر بارون میکنن و اگر از اعتراف خودداری کنم بازم تو رو تیر بارون میکنن هر چیزی که من بگم یا هر کاری بکنم یا هر چیزی که نگم یا نکنم حتی برای پنج دقیقه نمیتونه مرگ تو رو به تأخیر بندازه. از این گذشته هیچ کدوم از ما نمیفهمیم که دیگری زنده است یا مرده. تنها چیزی که اهمیتی داره اینه که به هم خیانت نکنیم. هرچند همین کار هم نمیتونه کوچکترین تغییری ایجاد کنه ببین وینستون اگه منظورت اعترافه ما حتما اعتراف خواهیم کرد همه همیشه اعتراف میکنن نمیتونی جلوی خودتو بگیری چون زجرت میدن نه جولیا منظورم اعتراف نیست اعتراف خیانت نیست. چیزی که تو بگی یا بکنی اهمیتی نداره. فقط احساساته که اهمیت داره. اگه بتونن منو وادار کنن که تو رو دوست نداشته باشم، خیانت حقیقی همینه. جولیا به فکر فرو رفت. بالاخره گفت: نمیتونن چنین کاری بکنن. این تنها کاریه که نمیتونن بکنن. میتونن تو رو وادار کنن که هر چیزی که اونا میخوان بگی. اما نمیتونن وادارت کنن که اونو باور کنی. نمیتونن به درون قلب و مغز تو نفوذ کنن. وینستون با امیدواری گفت نه نمیتونن. این کاملا درسته. نمیتونن به مغز ما نفوذ کنن و اگه تو احساس کنی که انسان بودن ارزش داره این احساس حتی موقعی که هیچ اثر و نتیجه نداشته باشه اونا رو خورد کرده. به فکر تلسکرین و گوش آن که هرگز به خواب نمی رفت افتاد. شب و روز مواظب انسان بودند و جاسوسی می کرد. اما اگر شخص می توانست خود را حفظ کند و افکارش را بروز ندهد بر آنها پیروز می شود. زیرا آنها با همه زیرکی و هوشیاری خود هنوز نتوانسته بودند این راز بزرگ را که در مغز افراد چه می گذرد فاش کنند. اما شاید همین نظر هنگامی که شخص در دست آنها اسیر میشد چندان صحیح نبود زیرا گرچه هیچ کس نمیدانست که در وزارت عشق چه میگذرد اما همه می توانستند حدس بزنند که در آنجا با زجر و شکنجه، داروهای مخدر و بیهوشی، دستگاه های دقیقی که اکسل عملهای عصبی را ضبط می کرد و خستگی تدریجی که بر اثر بیخوابی متوالی به شخص دست میداد، و با سوالات پی در پی و تمامی ناپذیر آنچه را که میخواستند از زبان افراد بیرون میکشیدند واقعیات در هر حال پنهان نمیماند و آنها می توانستند حقایق را با بازجویی و بازپرسی و به کمک شکنجه از زبان افراد بیرون بیاورند اما اگر هدف انسان ماندن بود نه ماندن اینها چه تفاوتی می توانست داشته باشد مسلما آنها نمی توانستند احساسات و عواطف شخص را تغییر بدهند حتی خود انسان هم اگر می خواست نمی توانست در این احساسات تغییر وارد کند آنها می توانستند تمام آنچه را که شخص گفته یا انجام داده یا فکر نموده با جزئیات کامل آشکار و برهنه کنند اما قلب و مغز که کار آن حتی برای خود انسان هم اسرارآمیز است غیر قابل نفوذ بر جای میماند موفق شدند. بالاخره موفق شده بودند. اتاقی که در آن ایستاده بودند اتاق درازی بود که نور ضعیفی آن را روشن می کرد. صدای تلسکرین را تا آخرین حد ممکن کم کرده بودند. قالی آبی رنگ سیری کف اتاق انداخته شده بود و وقتی شخص روی آن راه می رفت تصور می کرد که روی مخمل قدم می گذارد. در منتهای لیه اتاق اوبراین پشت میزی نشسته بود و یک آباژور سبز رنگ میزش را روشن می کرد. در دو طرفش مقدار زیادی کاغذ دیده می شد. از آن هنگام که مستخدم جولیا و وینستون را وارد اتاق کرده بود او هنوز سرش را از روی کاغذ ها بر نداشته بود. قلب وینستون چنان میزد که مردد شده بود آیا بالاخره قادر به صحبت خواهد بود یا نه. و تنها چیزی که می توانست فکر کند این بود که موفق شده ایم. بالاخره موفق شده ایم که به ملاقات او بیاییم. آمدن به این خانه کار متحورانه و جسورانه ای بود. و ورود با هم با آنکه هر یک از راه جداگانه به آنجا آمده و فقط جلوی در خانه هم را ملاقات کرده بودند از آن جسورانه تر و عین حماقت به شمار می اما صرف نظر از اینها همین که به چنین محلی آمده بودند خود احتیاج به یک فعالیت شدید اعصاب داشت. زیرا خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بتواند خانه یکی از اعضای داخلی حزب را ببیند یا اصلا بتواند به محله مخصوص ایشان نفوذ پیدا کند. ساختمانهای عظیم این محله ثروت عظمت و وسعت همه چیز بوهای نامعنوس غذاهای خوب و توتون خوب آسانسورهای بی صدا و سریع و بزرگی که دائم پایین و بالا میرفت مستخدمین پیراهن سفیدی که با عجله این طرف و آن طرف میرفتند و همه چیزهای دیگر این محله تهدید کننده و وحشت آور بود وینستون با آنکه بهانه قابل قبولی برای ورود به این محله داشت دائما دچار وحشت و ترس بود که مبادا یکی از افراد گارد مخصوص ناگهان از گوشه خیابان جلوی او سبز شود و اوراق حزبی مطالبه کند و بعد هم او را از محل اخراج نماید اما به هر حال مستخدم اوبراین بدون کوچکترین سوال و جوابی آنها را به داخل خانه راهنمایی کرده بود او مرد کوچک اندام و سیاه مویی بود که کت سفیدی به تن داشت و قیافه‌ای شبیه الماس های تراشیده و بدون احساس مثل قیافه چینی ها داشت. راه روی که از آن گذشتند با قالی فرش شده بود و به دیوارهای آن کاغذهای کرم رنگ مخصوص دیوار چسبانده بودند. در سر تا سر قسمت پایین دیوار هم چوب های قیمتی کوبیده شده بود. شکل این راه رو هم تهدیدآمیز به نظر می رسید. وینستون تا کنون راه روی را ندیده بود که بدنه آن بر اثر تماس با بدن انسان سیاه و کثیف نشده باشد. ولی روی دیوارهای این راه رو کوچکترین لکه ای دیده نمیشد. اوبراین تکه کاغذی در دست گرفته و چنین به نظر می رسید که با دقت مشغول مطالعه آن است. چهره گوشتالودش طوری روی میز خم شده بود که چینهای بینیش دیده میشد. این چهره هم وحشت و هم باهوش بود. او در حدود 20 ثانیه بدون اینکه کوچکترین حرکتی کند همچنان نشسته بود و به کاغذ نگاه می کرد. بعد دستگاه بگو و به نویس را پیش کشید و به زبان غیر قابل درکی که مخصوص مکالمات و تحریرات وزارتخانه بود پیامی فرستاد. قلم اول تیره پنج تیره هفت تیره قبول کامل نقطه پیشنهادها شامل قلم شش دوبل اضافه مسخره شبیه جنایت فکری نسخ نقطه نفرستید قسمت ساختمان بدون تخمین بهای ماشینالات نقطه آخر پیام از صندلی خود بلند شد و از روی قالی که صدای پا را منعکس نمی کرد به سمت آنها آمد. مثل این بود که ادای کلمات زبان نو حالت رسمی او را اندکی از میان برده است. ولی گویی از ورود آنها چندان راضی نیست قیافش در هم رفته تر به نظر می رسید. وحشت و استرابی که وینستون قبلا احساس کرده بود ناگهان بر اصل نگرانی های جدیدی شدت پیدا کرد. احساس کرد که امکان زیاد دارد که دست به اشتباه احمقانه ای زده باشد. چه دلیلی در دست بود که اوبراین در واقع یک توته چی سیاسی باشد؟ آیا دلیلی جز یک نگاه و یک اشاره مبهم وجود داشت؟ و آیا گذشته از این دو قرینه عقیده او صرفاً بر پایه تصورات مخفیانه و رویاگونه بنا نشده بود؟ وینستون حتی نمی توانست تظاهر کند که برای گرفتن فرهنگ لغت به خانه اوبراین آمده است. و به این ترتیب خود را در امان نگه دارد. زیرا در چنین صورتی علت آوردن جولیا را نمی توانست توضیح بدهد و توجیه کند. اوبراین از جلوی تلسکرین گذشت. اما هنوز درست از مقابل آن رد نشده بود که گویی فکری به ذهنش رسیده است توقف کرد. به طرف دیوار رفت و کلیدی را زد و ناگهان سکوت کاملی برقرار شد صدای تلسکرین کاملا قطع شده بود صدای ضعیفی که حکایت از حیرت و تعجب میکرد از گلوی جولیا بیرون آمد وینستون نیز حتی در آن حال وحشت و ترس شدید چنان دچار تعجب شد که نتوانست زبان خود را نگه دارد و گفت عجب شما میتونین تلسکرین رو خاموش کنی؟ بله ما میتونیم اونو به کلی خاموش کنیم ما این امتیاز رو داریم اینک درست به مقابل آنها رسیده بود اندام تنومندش مثل برجی آنها را تحت و شعا قرار داده بود. و خطوط قیافش همچنان اسرارآمیز و غیر قابل درک بود. با قیافه در همی مقابل آنها ایستاده و منتظر بود که آنها شروع به صحبت کنند. اما درباره چه موضوعی؟ حتی در همین حال هم از قیافه او چنین درک می که مرد گرفتار و پرمشغله است و فکر می کند که چرا مزاحمش شدند. ولی هیچ کدام صحبت نکردند. پس از خاموش کردن تلسکرین اتاق در یک سکوت مرگ فرو رفته بود. دقایق با سنگینی قولاسایی میگذشت. وینستون با اشکال تمام همچنان چشمهایش را به چهره اوبراین دوخته بود. بعد ناگهان قیافه درهم اوبراین فرو ریخت و چیزی شبیه شروع یک لبخند در خطوط آن دیده شد. اوبراین با حرکت و ژست عادی خود عینک را روی بینیش جابجا جا کرد و گفت: من بگم یا شما میگی؟ وینستون فورا جواب داد من میگم تلسکرین واقعا خاموشه؟ بله کاملا خاموشه ما تنهایی ما برای این اینجا اومدیم که جملهش را قطع کرد برای اولین بار متوجه ابهام نظریات و مقاصد خود شد نمیدانست که واقعا چه کمکی از اوبراین انتظار دارد و برای همین نمی توانست بگوید که برای چه به خانه او آمده است. اما به صحبت ادامه داد. میدانست که آنچه که میگوید ممکن است هم ضعیف و هم تظاهرامیز به نظر آید گفت ما معتقدیم که یک نوع یا یک سازمان مخفی علیه حزب به وجود اومده و شما هم در اون دخالت داریم. میل داریم که ما هم به این سازمان ملحق بشیم و برای اون کار کنیم. ما دشمنان حزبیم. به اصول سوسانگ عقیده نداریم. ما جنایتکاران فکری هستیم و از این گذشته با هم رابطه داریم. همه اینها رو برای این به شما میگیم که میل داریم ترحم شما رو جلب کنیم. اگر شما بخواین که ما از هر راهی در جنایات شرکت کنیم کاملا در اختیار شما هستیم. صحبتش را قطع کرد. احساس کرد که در اتاق باز می شود. سرش را به عقب برگرداند بله مستخدم زرد چهره با یک سینی که روی آن یک بطری و چند گیلاس دیده میشد بدون خبر وارد اتاق شده بود اوبراین با بیعتنائی گفت اونم یکی از ماست. مارتین مشروب و بیار اینجا و بذار رو میز. سندلیا کافیه؟ پس بشینیم و راحتی صحبت کنیم. مارتین یه صندلی برای خودت بیار. موضوع اساسی و جدیه. اجازه میدم که برای ده دقیقه عنوان مستخدم رو نداشته باشی و اینجا کنار ما بشینی. مرد کوچکندام بدون ناراحتی روی صندلی نشست. اما وضع نوکر معاب خود را حفظ کرد حالت نوکری را داشت که از امتیازی استفاده می کنه. وینستون از گوشه چشم نگاهی به او انداخت و وراندازش کرد. چنین به نظر می رسید که این مرد در این ماجرا نقش اساسی بازی می کند و خود او احساس می کند که حتی اگر برای یک لحظه شخصیت جدیدش را ندیده بگیرد خطر بزرگی متوجهش خواهد شد. اوبراین بطری را برداشت و گیلاس ها را با مشروب قرمز تیره ای پر کرد. این رنگ خاطره بعید چیزی را که سالها قبل در یک انبار یا روی یک دیوار دیده بود. خاطره یک بطری بزرگ را که از نور برق ترکیب یافته و دائما بالا و پایین میرفت و محتویات خود را در گیلاس میریخت در ذهن وینستون زنده کرد رنگ این مشروب وقتی شخص از بالا به آن نگاه میکرد تقریبا سیاه به نظر میرسید ولی از دور و از داخل سینی رنگی ارقوانی و شبیه یاقوت داشت و بویش ترش و شیرین بود وینستون دید که جولیا گیلاس خود را برداشته و با یک نه حالت کنجکاوی خاصی آن را بو می کند. اوبراین با لبخند خفیفی گفت اسم این مشروب شرابه. حتما تو کتابا اسمش رو دیدین و مطالبی دربارش خوندین. اما متاسفانه سهم زیادی ازش به افراد خارجی حزب نمیرسه. قیافش دوباره حالت جدی و در هم پیدا کرد. گیلاسش را بالا برد. بهتره که به سلامتی بنوشیم. به سلامتی رهبر ما امانوئل گلدشتاین. وینستون گیلاسش را با یک نو شوق و شادی برداشت. درباره شراب چیزها خوانده و رؤیاها دیده بود. شراب نیز مثل قطعه بلور و آهنگ های تک پارهی که چرینگتون میخواند مربوط و متعلق به گذشته نابود شده، گذشته زیبا و شاعرانه یا آنطور که خود او در افکار مخفیانش نامگذاری کرده بود، گذشته طلایی و قدیمی بود. معلوم نبود که چرا تصور کرده بود که شراب مثل مربای زرشک مزه شیرینی دارد و شخص را به سرعت مست می کند. اما وقتی شروع به مزمزه کردن و نوشیدن آن نمود سخت ناراحت شد. مزه این مشروب را نپسندیده بود. حقیقت این بود که پس از سالها نوشیدن جین صنعتی به زحمت می توانست مزه آن را تحمل کند. گیلاس خالی مشروب را روی میز گذاشت و گفت پس شخصی به نام گلدشتاین وجود داره؟ بله، همچین شخصی وجود داره و زنده است. اما کجا من نمیدونم. اما توتعه، سازمان، اونم واقعی و حقیقیه؟ ساخته پلیس فکر نیست؟ نه، کاملا حقیقیه. ما بهش سازمان اخووت میگیم. اما درباره سازمان اخوت بیشتر از این نمیشه اطلاعی به دست آورد که چنین سازمانی وجود داره و ما وابسته بهش هستیم. همین الان دربارهش صحبت میکنیم. و بعد نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و گفت حتی برای اعضای داخلی حزب هم از احتیاط به دوره که برای مدتی بیشتر از نیم ساعت تلسکرین رو خاموش کنند. شما نباید با هم به اینجا می اومدین. در هر حال وقت رفتن جدا جدا از خونه خارج بشید. شما رفیق. سرش را به طرف جولیا خم کرد. شما اول برید. الان 20 دقیقه وقت داریم. البته متوجه هستین که من باید اول چند سوال از شما بکنم. از نظر خودتون شما برای چه کاری آمادگی دارین؟ وینستون گفت هر کاری که از عهدمون بر بیاد. اوبراین در صندلی خود چرخی زد و روبروی وینستون قرار گرفت. او جولیا را ندیده می گرفت و گویی معتقد بود که وینستون هم از جانب خود و هم از جانب جولیا صحبت می کند. برای یک لحظه پلکای چشمانش چند بار به هم خورد و بعد با صدای آهسته و با قیافه آرام و بی احساس گویی کار عادی همیشگی خود را شروع کرده است شروع به سوال کرد. ولی جواب بسیاری از سوالات خود را قبلا میدانست. آیا حاضر به فدا کردن جونتون هستین؟ بله. آیا حاضر این دست به جنایت بزنین؟ بله. حاضر این خرابکاری هایی بکنین که احتمالا جون صدها نفر از مردم بیگناه رو به خطر بندازه؟ بله. حاضرین به خاطر خارجی ها به مملکت خودتون خیانت کنین؟ بله. آیا حاضرین که گول بزنین، تقلب کنین، جل کنین و یا کودکان رو به فساد بکشونین، داروهای مخدر بین مردم رواج بدین، فحشا رو تشویق کنین، امراض مختلف رو توسعه بدین و بالاخره دست به هر کاری که موجب توسعه اعمال خلاف اخلاق بشه و قدرت حزب رو تضعیف کنه بزنی؟ بله. اگر بر فرض برای پیشرفت نظریات حزب ناچار بشین که روی کودکی اسید سولفوریک بریزین آیا چنین کاری میکنین؟ بله. آیا حاضر این هویت خودتون رو از دست بدین و برای بقیه عمر به عنوان گارسون یا کارگر بندر مشغول کار بشین؟ بله. آیا حاضر این هر موقع که ما دستور میدیم خودکشی کنی؟ بله. آیا هر دوی شما حاضرین که از هم جدا بشین و برای بقیه عمر همو نبینین؟ جولیا به میان صحبت دوید و گفت نه. به نظر وینستون رسید که مدت مدیدی گذشت و او هنوز جواب نداده بود. برای یک لحظه احساس کرده بود که حتی قدرت صحبت کردن را هم از دست داده است. زبانش حرکت می کرد اما صدایی بیرون نمی آمد. دهانش برای گفتن کلمات جمع میشد و تکان میخورد ولی حتی اولین قسمت یک کلمه هم به گوش نمی رسید. و تا هنگامی که بالاخره موفق به شروع صحبت شد نمیدانست که برای گفتن چه کلمه ای تلاش می کند؟ بالاخره گفت؟ نه اوبراین گفت: خیلی خوب کردین که این نکته رو به من گفتین. برای ما لازمه که همه چیز رو بدونیم. و بعد سرش را به جانب جولیا برگردان و با صدایی که حاکی از عاطفه و احساس بیشتری بود ادامه داد. اما متوجه هستی که حتی اگر اون زنده بمونه آدم دیگه ای میشه. ما ممکنه ناچار بشیم که هویت جدیدی بهش بدیم و احتمال داره که قیافش، حرکاتش، شکل دستهاش، رنگ موهاش و حتی آهنگ صداش تغییر کنه. خود شما هم ممکنه به کلی تغییر کنیم و تبدیل به آدم جدیدی بشیم. جراحان ما میتونن اشخاص رو طوری تغییر بدن که به هیچ وجه شناخته نشند. و این کار گاهی کاملا لازم میشه و گاهی ما ناچاریم که حتی یک پای افراد رو هم برای جلوگیری از شناخته شدن اونها قطع کنیم. وینستون نتوانست جلوی خود را بگیرد. و یک بار دیگر از زیر چشم نگاهی به قیافه موقولی مارتین انداخت. در قیافه او اثری از هیچ نوع عمل جراحی دیده نمیشد. رنگ جولیا پریده و لکه هایی در صورتش پدیدار شده بود. اما شجاعانه به او نگاه می کرد. زیر لب چیزی زمزمه کرد که شباهتی به ابراز رضایت داشت. خب پس مشکل حل شد. یک جعبه سیگار نقره‌ای روی میز بود. اوبراین گویی در عالم دیگری سیر می کند قوطی سیگار را به طرف آنها لغزاند. خود سیگاری برداشت و گویی ایستاده بهتر می تواند فکر کند از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. سیگارها بسیار خوب بود خیلی خوب پیچیده شده و زخامت زیادی داشت کاغذ سیگار آن هم به نرمی ابریشم و برای وینستون نامعنوس بود. اوبراین دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفت مارتین تو برگرد سر کارت. من تا یه رو به دیگه تلسکرین رو باز می کنم. اما قبل از اینکه بری چهره های این رفقا رو خوب نگاه کن. من ممکنه دیگه اونا رو نبینم. اما تو اونها رو خواهی دید. چشم های مستخدم اینن همانطور که در ابتدای ورود به آنها دوخته شده بود به چهره های وینستون و جولیا خیره شد. در این نگاه و طرز رفتار مستخدم کوچکترین اثری از دوستی و علاقه دیده نمیشد. او فقط چهره آنها را به خاطر می سپرد. و علاقه نسبت به آنها احساس نمی کرد. یا چنین می نمود که علاقه ای حس نمی کند. وینستون فکر کرد که ممکن است یک صورت جراحی شده اصولا نتواند احساسات درونی شخص را ظاهر کند. مارتین بدون اینکه یک کلمه صحبت کند و بدون خداحافظی اتاق را ترک کرد. و در را آهسته پشت سر خود بست. اوبراین در حالی که یک دستش در جیب روپوش بود و در دست دیگر سیگاری داشت در طول و عرض اتاق قدم میزد. البته متوجه هستین که باید در تاریکی مبارزه کنیم. شما همیشه در تاریکی به سر میبرید. به شما دستورهایی میدن و شما بدون اون که علت صدور اون دستورها رو بدونین ناچار به اطاعتی. بعد کتابی براتون میفرستم و با مطالعه اون قیافه و طبیعت حقیقی اجتماعی رو که در اون زندگی میکنیم و راه مبارزه و خرد کردن و انهدام اون رو درک می. وقتی این کتاب رو مطالعه و درک کردین یک عضو کامل سازمان اخوت محسوب میشی. اما درباره هدفهای عمومی که به خاطرش مبارزه میکنیم و هدفهای مأموریتهای فوری هرگز اطلاعی پیدا نمیکنیم. من میتونم به شما بگم که سازمان اخوت وجود داره. ولی نمیتونم بگم که تعداد اعضاش صد نفر یا ده میلیون نفره. بر مبنای اطلاعات شخصی و تماسهای خودتون هم نمیتونین بگین که تعداد اعضای سازمان بیشتر از ده نفره. چون شما فقط با سه یا چهار نفر تماس خواهید گرفت و طرفهای شما مرتبا و بعد از اون که ناپدید شدن تجدید میشن و اشخاص دیگری جاشون رو میگیره. چون اولین تماس شما با من بوده از این به بعد هر وقت دستوری به شما برسه از طرف منه. و اگر بخوایم با شما ارتباط بگیریم مارتین رابطه رو برقرار خواهد کرد و اگر بالاخره شما رو دستگیر کردن باید جریان رو اعتراف کنیم. زیرا اعتراف گریزی نداره. اما البته جز اطلاعات مربوط به اعمال و رفتار خودتون اطلاعات دیگه ای برای اعتراف در اختیار نداری. و جز پنج شیش نفر اشخاص کم اهمیت کس دیگری رو نمیتونین لو بدین. شاید نتونین حتی خود منو هم لو بدین. زیرا احتمال زیادی داره که تا اون وقت یا از بین رفته باشم یا تغییر هویت بدم و به صورت شخص جدیدی در بیام و قیافه تازه پیدا کنم. اوبراین همچنان روی قالی در طول و عرض اتاق قدم میزد. حرکاتش علا رقم اندام بزرگش دارای یک نوع لطف و زیبایی بود و حتی هنگامی که دستش را ناگهان به جیب شلوارش می برد یا یک سیگار را دو نیم می کرد بدنش زیبایی خود را از دست نمیداد حرکات بدنش قبل از آن که انسان را متوجه نیرو و قدرت خود کند اطمینان بخش بود. و انسان پس از آنکه مدتی با اوبراین صحبت می کرد و به حرکات دست و پا و بدن او خیره می شد یک آرامش و اعتماد و تفاهمی را احساس می کرد. او با آنکه در عقیده خود شور و اشتیاق داشت دارای روح دیکتاتور منشانهی که مخصوص اشخاص متعصب است نبود. و وقتی درباره جنایت، خودکشی، بیماری های مصری، قطع کردن دست و پا و تغییر قیافه اشخاص صحبت می کرد. مثل این بود که درباره موضوعات روزمره بی اهمیتی صحبت می کند. گویی صدایش از ماوراء کلمات چنین می چه کار باید کرد؟ گریز نپذیره. مجبوریم که این کارها رو بدون روتورش کردن انجام بدیم. اما البته وقتی وضع زندگی تغییر کرد مسلما رفتار ما هم تغییر پیدا میکنه. وینستون تدریجا یک نوع تحسین و بعد یک نوع پرستشی نسبت به اوبراین در خود احساس میکرد. کم کم اندام شبه مانند گلدشتاین را فراموش کرده بود. و وقتی به اندام ورزیده، شانه های پهن، قیافه درهم زشت و در عین حال معدب او نگاه می کرد. چنین فکر می کرد که غیر ممکن است او شکست بخورد. هیچ نیرنگی نیست که بتواند او را فریب بدهد و هیچ خطری وجود ندارد که او قادر به پیش بینیش نباشد. حتی به نظر می رسید که جولیا هم سخت تحت تاثیر قرار گرفته است. سیگار را که در دست داشت فراموش کرده و با دقت به صحبت های گوش می اوبراین ادامه داد لابد درباره وجود سازمان اخوت شایعاتی شنیدی و بدون شک تصویری از این سازمان در مغزتون به وجود آوردید. شاید هم در عالم خیال یک سازمان بزرگ زیرزمینی مملو از توطعه چینها رو در نظر مجسم کردین که به طور مخفیانه در زیرزمینها ملاقات می کنن. روی دیوارها برای هم پیغام می نویسن. هم دیگر رو فقط به کمک کلمات رمز یا حرکات مخصوص دست میشناسند اما همچین چیزی وجود نداره اعضای سازمان و خوبت هیچ وسیلهی برای شناخت همدیگه ندارن. و برای هر کدوم از اعضا غیر ممکنه که به جز عده بسیار کمی از اعضای سازمان رو بشناسه و به هویت اونها پی ببره. حتی خود گلدشتاین هم اگر گرفتار پلیس فکر بشه نمیتونه لیست کاملی از اعضای سازمان رو به اونها بده یا اطلاعاتی بهشون بده که بتونن لیست کامل رو به دست بیارن اصلا همچون لیستی وجود نداره سازمان اخوت رو نمیشه از بین برد چون تشکیلات این سازمان از نوع تشکیلات عادی نیست و هیچ چیز جز یک ایده و عقیده غیر قابل تقریب اعضای اون رو به هم مربوط نمیکنه و هیچ چیز جز همین ایده و عقیده نمیتونه مانع کارهای خلاف و نامناسب اعضا بشه هیچ نوع تشویق و تنبیهی در کار نیست و وقتی در پایان گرفتار بشین سازمان نمیتونه هیچ کمکی به شما بکنه چون ما هیچ وقت به اعضای خودمون کمک نمی کنیم. و اگر وقتی احتیاج مبرم به سکوت کسی پیدا بشه اون وقت تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک تیغ خود تراش به طور قاچاق وارد زندان کنیم. اعضا باید تدریجا به زندگی بدون نتیجه و بدون امید عادت کنن. شما مدتی برای سازمان کار می کنید. بعد دستگیر میشین و اعتراف می کنید و از میان میری. اینها تنها نتایجیه که شما از عضویت در سازمان اخوت به دست میاری. امکان نداره که ما در دوره زندگی خودمون تغییر قابل توجهی در اوضا ببینیم. ما مردیم و زندگی حقیقی در آینده است. ما در این آینده به صورت گرد و قبار و خورد ریزهای استخوان شرکت میکنیم. هیچکس هیچ کس نمیدونه که این آینده تا چه حد از ما دوره. ممکنه این مدت هزار سال یا بیشتر و یا کمتر باشه. به هر حال در وضع حاضر هیچ کاری جز این که تدریجن حوزه عقل و ادراک رو توسعه بدیم امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم به طور دست جمعی اقدام کنیم. و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اطلاعات خودمون رو از فردی به فرد دیگه و از نسلی به نسل دیگه انتقال بدیم. چون در برابر پلیس فکر هیچ کار دیگه ای امکان پذیر نیست. صحبتش را قطع کرد و برای سومین بار به ساعت مچی خود نگاه کرد. بعد به جولیا گفت رفیق تقریبا موقع رفتن رسیده سب کنید هنوز بطری خالی نشده گیلاس ها را پر کرد و گیلاس خود را بلند کرد و در حالی که در چهرش مثل معمول زهر خندی دیده میشد گفت این بار برای کی بنوشی به امید در هم ریختن پلیس فکر به امید مرگ برادر بزرگ به سلامتی بشریت و یا آینده وینستون گفت به خاطر گذشته اوبراین با قیافه درهم و جدی گفت گذشته هم به نوبه خودش مهمه گیلاس ها را خالی کردند و یک لحظه بعد جولیا برای رفتن آماده شد اوبراین جعبه ای را که بالای یکی از گنجه ها بود برداشت. قرصی از آن بیرون آورد و به جولیا داد و گفت که آن را روی زبانش بگذارد و بمکد. گفت که دهانتان نباید وقتی از اینجا خارج می شوید بوی شراب بدهد زیرا معمورین آسانسور خیلی مراقب و کنجکاو هستند. بعد به محض اینکه در اتاق پشت سر جولیا بسته شد به نظر وینستون چنین رسید که اوبراین اصولا وجود او را فراموش کرده است. چند قدم دیگر در اتاق راه رفت آنگاه ایستاد و گفت یه سری جزیات دیگه هست که باید روشن بشه. خیال می کنم که شما باید یه مخفیگاه داشته باشید. وینستون داستان مربوط به اتاق چرینگتون را کاملا تعریف کرد. فعلا این اتاق کافیه. بعدم برای شما ترتیبات دیگه ای میدم. تغییر مداوم و متوالی مخفیگاه خیلی مهمه. در این زمین من در اولین فرصت کتاب میفهمین که کتاب گلدشتاین رو میگم. برای شما میفرستم. کلمه کتاب را چنان تلفظ کرد که گویی انجیل است. ممکنه چند روز طول بکشه تا بتونم یه نسخه از اون به دست بیارم. زیرا همونطور که میدونین از این کتاب نسخ زیادی موجود نیست. و پلیس فکر به محض اینکه ما کتاب و چاپ می کنیم فورا متوجه میشه و اونو نابود میکنه. البته برای ما فرقی نمیکنه. چون خود کتاب و عقایدش رو نمیشه نابود کرد. و حتی اگر آخرین نسخه رو هم آتیش بزنن و از بین ببرن ما میتونیم تقریبا عین کتاب رو کلمه به کلمه دوباره تهیه و چاپ کنیم شما معمولا وقتی سر کار میرین کیف دستتونه؟ بله چه شکلیه؟ کهنه و سیاه رنگه و دو خانه داره کهنه و سیاه رنگ و دو خونه خیلی خوبه. یکی از همین روزا خیلی زود. البته نمیتونم تاریخ دقیقش رو بگم. یکی از اوراقی که از لوله به روی میز شما میفته یک کلمه غلط چاپی خواهد داشت. شما باید تقاضا کنین که نسخه دیگه ای ازش رو دوباره بفرستن. روز بعد بدون کیف به اداره برین و در یکی از ساعات روز در خیابون مردی به بازوی شما میزنه و میگه خیال میکنم کیفتون رو انداختی. و کیفی به شما میده که در اون یک نسخه از کتاب گلدشتاین گذاشته شده این کتاب رو باید بعد از دو هفته برگردونیم برای یک لحظه هر دو ساکت ماندن اوبراین گفت هنوز دو دقیقه وقت داریم اگر بتونیم یک بار دیگه هم رو ملاقات کنیم ملاقات ما وینستون سرش را بالا برد و به او خیره شد و گفت جایی خواهد بود که در آن تاریکی نباشد اوبراین بدون اینکه دچار تعصب شده باشد سرش را به علامت تصدیق تکان داد و گویی اشاره وینستون را درک کرده است گفت جایی که در آن تاریکی نباشد آیا چیزی هست که بخواین قبل از رفتن به من بگین؟ پیامی ندارین؟ سوالی نمیخواین بکنی؟ وینستون به فکر فرو رفت. موضوعی مبهم نمانده بود که درباره آن سوالی بکند و از این گذشته میل نداشت درباره موضوعات عمومی هم صحبتی بکند و به جای موضوعاتی که به نحوی مربوط به اوبراین یا سازمان اخوت باشد یک تصویر درهم و یک خاطره مخلوط از اتاق تاریکی که مادرش آخرین روزهای زندگی خود را در آن گذرانده بود و بالاخانه مغازه چرینگتون و قطع بلور و تصویر حکاکی شده روی فولاد و قاب چوب گل سرخ آن به ذهنش راه یافت و تقریبا بدون اینکه بداند چه میگوید گفت شعری رو که اولین مصرعش زنگ های کلیسای سنت کلمنت میگویند پرتقال و لیمو شنیدی؟ بار دیگر اوبراین سرش را به علامت تصدیق تکان داد و با یک قیافه معدب و در عین حال جدی بقیه شعر را خواند. زنگ های کلیسای سنت کلمنت می گویند پرتقال و لیمو. زنگ های کلیسای سنت مارتین می گویند تو سه پول به من بدهکاری. کاری. زنگ های کلیسای اولد بیلی می گویند کی می پردازی. و زنگ های شورویچ می گویند وقتی پول دار شدم. وینستون گفت شما مصرع آخر رو هم میدونی؟ بله. من مصرع آخر رو هم میدونم. و حالا خیال می کنم که وقت رفتن شما هم رسیده. اما صبر کن اجازه بده یکی از قرص ها رو هم به شما بدم. و همانطور که وینستون ایستاده بود اوبراین دستش را جلو آورد و دست نیرومندش استخوان‌های دست وینستون را سخت فشرد و به درد آورد. جلوی در وینستون دوباره به عقب نگاه کرد. اما به نظر می رسید که اوبراین شروع به فراموش کردن او نموده است. جلوی تلسکرین ایستاده دستش را روی کلید گذاشته و منتظر رفتن او بود. وینستون نگاهی به میز تحریر و چراغ رومیزی و آباژور سبز آن دستگاه به گوبه نویس و سبدهای سیمی که پر از کاغذ و نامه های گوناگون بود انداخت واقعه برای اوبراین موقتا تمام شده بود و به فکر وینستون رسید که در عرض سی ثانیه دیگر اوبراین پشت میز برمیگشت و کار مهم مربوط به حزب را که با ورود آنها قطع شده بود از سر می گرفت. وینستون از خستگی به شکل ژله جل و ژلاتین درآمده بود. قیافه و هیکلش واقعا شباهت به ژله داشت و این کلمه یعنی ژله خود به خود به فکرش رسیده بود که بدنش مثل ژله هم ضعیف هم بیشکل و هم شل شده است احساس می کرد که اگر دستش را بالا بگیرد می تواند نور چراغ را از میان آن ببیند خستگی و کار طاقت فرسا و کشنده خون و حتی گلبول سفید بدنش را هم کشیده و فقط مقداری اعصاب، استخوان و پوست سست و ضعیف به جای گذاشته بود. به علت همین خستگی بدنش حساسیت فراوان پیدا کرده بود و چنین به نظر می رسید که ناراحتی ها صدها برابر شده است. روپوش شانه هایش را ناراحت می سنگفرش سنگ فرش خیابان پاهایش را خسته می کرد و حتی باز کردن و بستن دستها هم احتیاج به نیروی اضافی داشت و بندهای انگشتانش بر اثر صرف این نیرو به صدا می افتاد. مدت پنج روز، هر روز بیش از نوزده ساعت، کار کرده بود. سایر کارمندان وزارتخانه هم به همین میزان کار کرده بودند و اینک کار تمام شده بود و او تا فردا صبح هیچ کاری هیچ کار حزبی از هیچ نوعی در پیش نداشت می توانست شش ساعت را در مخفیگاه و بقیه را در تخت خواب خانه خود بگذراند با قدم های آهسته در زیر آفتاب آرام بعد از ظهر از یک خیابان کثیف به طرف مغازه چرینگتون می رفت. زمنان یک چشمش را هم برای مراقبت وضع خیابان و دیدن افراد گارد بازگردانده بود اما بدون دلیل منطقی عقیده پیدا کرده بود که در این بعد از ظهر خطر اینکه کسی مزاحمش شود مطلقا وجود ندارد. کیف دستی سنگینی که در دست داشت در هر قدم به پایش میخورد و دردی به بالا و پایین رانش میفرستاد. درون این کیف کتاب قرار داشت که از شش روز پیش در اختیارش قرار گرفته بود ولی او هنوز نه آن را باز کرده و نه نگاهی به آن انداخته بود. در روز ششم هفته تنفر و پس از گذراندن مراسم مخصوص آن که عبارت از سخنرانی ها، فریاد زدنها، آواز خواندن ها، گرداندن شعار ها و چسباندن آگهی های بزرگ دیواری، نمایش فیلم، مجسمه های مومی، نواختن تبل و شیپور، رژه صفهای پایان ناپذیر سربازان، حرکت تانک ها در خیابان و برخورد زنجیرهای آن با سنگ فرش ها، قررش هواپیما ها و شلیک توپخانه بود. پس از شش روز که این مراسم اجرا شده و شدت عصبانیت و تنفر هزیان مانند مردم به حدی رسیده بود که اگر دو هزار از اسراء اوراسیایی را که قرار بود در روز آخر مراسم در میدانهای عمومی اعدام کنند در اختیار مردم میگذاشتند مردم آنها را پاره پاره می کردند. درست در چنین هنگامی اعلام شده بود که اوشینیا اصلا با اوراسیا در جنگ نیست. اوشینیا با ایستیشیا در جنگ است و اوراسیا متحد و متفق اوشینیا به شمار می روند. البته اعتراف نمیشد که چنین تغییری روی داده است فقط به نحو فوقلاد ناگهانی و در آن واحد در سراسر اوشینیا روشن شده بود که استیشیا و نه اوراسیا دشمن است. در آن هنگام که این اتفاق می افتاد، وینستون در یکی از میدانهای مرکزی لندن در یک تجمع شرکت کرده بود. شب بود و شعارهای پارچهی قرمز و چهره شرکت کنندگان در زیر چراغهای درخشان میدان میدرخشید. هزاران نفر و از آن جمله یک هزار نفر از شاگردان مدارس که لباس متحدالشکل شکل جاسوسان را پوشیده بودند در میدان جمع شده بودند و جمعیت در هر سو موج میزد. از پشت تریبون کنار میدان که با پارچه قرمز پوشانده شده بود مرد کوچک اندام و خمیدهی که بازوهای دراز و سری تاس داشت و فقط چند دانه مو روی سرش دیده میشد و از اعضای داخلی حزب به شمار می رفت نطق با حرارتی ایراد میکرد و مردم را تهیج مینمود. با یک دست گلوی بلندگو را محکم چسبیده و دست دیگر را که نسبت به بازوی استخانیش بسیار عظیم و جسته به نظر می رسید دائم به نحو تهدیدآمیزی بالای سرش تکان می داد. و صدایش که بر اثر عبور از بلندگو شباهت به صدای فلز پیدا کرده بود دائم کلماتی از قبیل جنایات دست جمعی قتل عام، تبعید، قارت، حتک ناموس، زجر و شکنجه اسرا بمباران اهالی کشور، تبلیغات دروغ، حجوم ظالمانه و نقض قرارداد را در میدان پخش می ساخت. اما شخص نمی توانست قبل از آن که به او اعتقاد و اطمینانی پیدا کند و بعد دچار دیوانگی شود به سخنان او گوش بدهد. در فاصله هر چند لحظه خشم جمعیت به جوش می آمد و صدای سخنران در میان فریادهای وحشیانی که به نحو غیر قابل کنترلی از گلوی هزاران نفر بیرون می آمد محو. وحشیانه ترین فریاد ها از صف دانش آموزان به گوش می رسید. سخنرانی تقریبا 20 دقیقه طول کشیده بود که ناگهان یکی از مستخدمین با عجله به بالای تیریبون رفت و تکه کاغذی را در دست سخنران گذاشت. او بدون اینکه سخنرانی خود را قطع کند کاغذ را باز کرد و آن را خواند. صدا یا رفتار و یا آنچه که می گفت کوچکترین تغییری پیدا نکرد فقط ناگهان اسامی کشورها تغییر یافت و بدون اینکه یک کلمه گفته شود مثل این بود که موجی در میان جمعیت افتاد و ناگهان همه جریان را درک کردند اوشینیا با استیشیا در جنگ بود. لحظه بعد پچ پچ و استرابی در میان جمعیت پیدا شد. شعارها و آگهی هایی که میدان را با آن تزین کرده بودند کلا غلط بود و تقریبا روی نصف این شعارها و آگهی ها غلط دیده میشد خرابکاری شده بود نیروهای گلدشتاین دست به خرابکاری زده بودند. در طی مدتی که مردم آگهی های دیواری را می کندند و شعارها را به زیر پا می انداختند و لگد می کردند، جمعیت استراحت پر استرابی را شروع کرده بود. افراد سازمان جاسوسان به نحو اعجاب از دیوارها و لوله های بخاری بالا می رفتند و پرچمها و شعارهایی را که بالای لوله ها نسب شده بود پایین می کشیدند. در هر گوشه میدان فعالیت حیرت آوری برای محو آثار یک ربع ساعت قبل دیده میشد. اما در فاصله دو تا سه دقیقه. بار دیگر آرامش بر میدان حکم فرما شد. و سخنران در حالی که با یک دست گلوی میکروفون را چسبیده بود و سینه اش را جلو داده و دست دیگرش را در فضا به این طرف آن طرف حرکت میداد بدون وقف مشغول سخنرانی بود. یک دقیقه دیگر هم گذشت. و بار دیگر صدای نعره های خشمالود سراسر میدان را فرا گرفت. تنفر عینا نظیر پنج دقیقه پیش ادامه یافت و فقط هدف تغییر پیدا کرده بود. چیزی که یادآوری آن موجب حیرت وینستون میشد این بود که هنگامی که تغییر وزن را به سخنران اطلاع دادند او در عواست یک جمله بود. ولی او نه فقط بدون لحظه ای مکس بلکه حتی بدون اینکه لحن و آهنگ صدای خود را هم عوض کند اسامی را تغییر داده بود. اما در این هنگام وینستون به موضوع دیگری فکر می کرد. درست در هنگام آشوب و سر و صدا و موقعی که تصاویر بزرگ دیواری و شعارها را از بالای ساختمانها و دیوارها پایین میکشیدند مردی که او صورتش را نمیدید از پشت سر به شانه او زده و گفته بود آقا ببخشید خیال میکنم کیفتون رو انداختین وینستون بدون اینکه صحبت کند و در حالی که افکار گوناگونی به مغزش هجوم آورده بود کیف را از او گرفت اما میدانست که روزها خواهد گذشت و فرصت نخواهد کرد که در این کیف را باز کند به محض آنکه تجمع تمام شد با آنکه ساعت در حدود بیست و سو و نیم بود به وزارت حقیقت بازگشت کلیه اعضای وزارتخانه نیز مثل او در همان ساعت به وزارتخانه برگشته بودند. در واقع به فرمانهای تلسکرین که دستور میداد تمام کارمندان فوراً به سر کارهای خود برگردند چندان احتیاجی نبود. اوشینیا با استیشیا در جنگ بود. اوشینیا همیشه با استیشیا در جنگ بوده است. یک قسمت عظیم از مطالب جراید، کتاب ها و رسالات پنج سال گذشته ناقص شده بود. گزارش ها و انواع اسناد بایگانی ها، کتب، رسالات، فیلم، نوارهای صدا، عکس ها، همه و همه باید به سرعت برق تغییر پیدا کنند. با آنکه هیچ دستوری از طرف رؤسای اداره کل بایگانی صادر نشده بود. روشن بود که آنها مایلند ظرف یک هفته کوچکترین اثر و نشانه دال بر وجود جنگ با اوراسیا یا اتحاد با استیشیا در هیچ قسمتی باقی نماند. کار شاق و خورد کننده ای بود. به خصوص که کارمندان قسمت های مختلف ناچار بودند که به حدس و گمان نظر رؤسای ادارات را دریابند و همه آنها ناچار بودند برای انجام این کار عظیم در 24 ساعت 18 ساعت کار کنند و فقط دو بار در روز و هر بار سه ساعت برای خوابیدن کار را ترک گویند. لاها و ها را از زیر زمین های وزارتخانه بالا آورده کنار راهروها گذاشته بودند. غذا عبارت از ساندیویچ و قهوه ویکتوری بود که از رستوران اداره به وسیله میزهای چرخدار به بالا حمل می شد و بین کارمندان قسمت ها تقسیم می گردید. هر بار که وینستون اتاقک خود را برای خوابیدن ترک می گفت سعی می کرد که کارهایی را که به او ارجا شده بود کاملا انجام دهد و میز را پاک کند. اما وقتی چند ساعت بعد با چشمان خوابالود و بدن خسته به درون اتاقک میخزید میز را مملو از لوله کاغذهایی میدید که در قیاب او از لوله های مخصوص بیرون ریخته شده و نه فقط دستگاه بگو و بنویس را در زیر خود مخفی ساخته بلکه از روی میز هم سرریز کرده و سطح اتاقک را پوشانده است. به این جهت هر بار که از خواب باز میگشت، ناچار بود که ابتدا مدتی از وقتش را صرف جمع بری لول کاغس ها از کف اتاق انتقال آن به روی میز و مرتب کردن میز بنماید تا بتواند کارش را شروع کند. بدتر از همه کارهایی که ارجا میشد اغلب فنی بود گاهی لازم بود که فقط یک اسم به جای اسم دیگری قید شود. ولی گاهی نیز تجدید نظر کاملی در جزئیات لازم بود و این کار مستلزم کار سنگین و کشنده و دقت و استفاده از قدرت تخیل لاش و حتی اطلاعات جغرافیایی که برای تغییر محل جنگ از یک نقطه جهان به نقطه دیگری لازم بود باید فوق العاده سریع باشد روز سوم چشمانش درد گرفت و لازم بود که هر چند دقیقه یک بار عینکش را پاک کند کار شباهت به یک مبارزه شدید با سازمان بدنی پیدا کرده بود کاری بود که انسان حق داشت آن را رد کند ولی بنا به اراده و امر سلسله اعصاب مایل و انجام دادن آن بود و تا آنجا که کمی وقت به او اجازه به یاد آوردن میداد به خاطر نمی آورد که نفس کار و این نکته که هر کلمه که به دستگاه بگو و بنویس میگوید و یا با مداد جوهری خود می نویسد دروغ است ناراحتش کرده باشد او هم مثل تمام اعضای اداره کل بایگانی مایل بود که جل بدون نقص و به صورت کامل انجام شود. از صبح روز ششم مقدار لوله کاغذ هایی که از لوله ها بیرون می ریخت کم شد و بعد برای مدت نیم ساعت حتی یک کاغذ هم بیرون نیفتاد و آنگاه فقط یک لوله کاغذ خارج شد و بعد دیگر چیزی بیرون نیافت. در همان هنگام در همه قسمت های اداره شدت کار تخفیف یافت و در همه اداره کارمندان نفس عمیق و مخفیانه کشیدند. یک کار بزرگ و حیرت که هیچ زبانی قادر به تشریح شدت آن نبود خاتمه یافته بود. و اینک برای هیچ فرد بشری امکان نداشت که بتواند با یک دلیل مستند اثبات کند که اوشینیا با اوراسیا در جنگ بوده است. در ساعت 12 ظهر همان روز به طور غیرمنتظره ای اعلام شد که تمام کارگران تا صبح فردا آزاد هستند. وینستون کیف حامل کتاب را که در هنگام کار میان پای خود و هنگام خواب زیر بدنش میگذاشت برداشت. به خانه رفت. اصلاح کرد و هنگامی که مشغول استهمام بود با آنکه آب حمام چندان گرم نبود تقریبا به خواب رفت. نیم ساعت بعد وینستون در حالی که از پله های کنار مغازه چرینگتون بالا می رفت، خسته بود. ولی دیگر خوابالود به نظر نمی رسید. پنجره را باز کرد. بخاری نفتی کثیف را روشن کرد. یک قوری آب برای دم کردن قهوه روی آن گذاشت. بنا بود که جولیا به زودی وارد شود و در این زم وینستون میخواست کتاب را ببیند روی مبل راحتی نشست و بندهای کیف را باز کرد کتابی بود زخیم با جلد سیاه که با دست صحافی شده بود و عنوان یا نامی روی جلد آن دیده نمیشد. حروف کتاب هم تا حدی نامنظم به نظر می رسید و گویی چندین بار دست به دست گشته لبه های صفحات آن کسیف و تا حدی پاره بود و صفحاتش خیلی زود کنده می شود. در صفحه اول آن چنین نوشته بود. عمل و نظریه حکومت اولیگارشی دست جمعی به قلم امانوئل گلدشتاین وینستون شروع به خواندن کرد فصل اول جهل قدرت است در تمام دوره زندگی بشر که تاریخ آن ضبط شده است و شاید از عصر حجر جدید سه طبقه مردم بر روی زمین زندگی می کردند. عالی، متوسط و پایی. این طبقات به نوبه خود به طرق گوناگون به طبقات فرعی دیگر تقسیم شده و چه طبقات اصلی و چه طبقات فرعی در طی قرون نام های گوناگون به خود گرفته و نظریات مختلفی نسبت به هم پیدا کردند. ولی تشکیلات اصلی اجتماع هرگز تغییری نیافته است. و با آنکه تغییرات عظیمی در سراسر تاریخ روی داده و تحولات ظاهرا شکست ناپذیری به وجود آمده، سازمان اجتماع درست مثل اقربه قطب نما که به هر طرف چرخانده شود بار دیگر در جهت شمال می ایستد دوباره شکل اصلی خود را بازیافت است. هدفهای این سه طبقه کاملا آشتی ناپذیرند. وینستون بیشتر برای درک و احساس این وضع که به راحتی و در امنیت مشغول خواندن است خواندن را قطع کرد تنها بود نه تلسکرینی وجود داشت و نه گوشی به در چسبانده شده بود نه اعصابش دچار نگرانی بود و نه احساس می کرد که لازم است ناگهان سر برگرداند و پشت سرش را نگاه کند و یا آنکه صفحه کتاب را با دست بپوشاند. از نقطه دوری صدای بچه ها که مشغول بازی بودند به گوش می رسید. ولی در خود اتاق جز صدای تیک تاک ساعت که شباهت به صدای حشرات داشت صدای دیگری به گوش نمی رسی. خود را در مبل جابجا کرد. فروتر رفت و پاهایش را روی نرده جلوی بخاری زغال سنگی اتاق گذاشت. احساس شادی و مسرتی عظیم و احساس ابدیت می کرد. ناگهان مثل مواقعی که انسان کتاب جالبی در دست دارد و میداند که بالاخره هر سطر آن را چندین بار خواهد خواند کتاب را به هم زد و قسمت دیگری از آن را باز کرد فصل سوم بود شروع به مطالعه کرد فصل سوم جنگ صلح است تقسیم جهان به سه کشور عظیم واقعی بود که پیش بینی آن قبل از نیمه دوم قرن بیستم امکان داشت و در واقع پیش بینی هم شده بود و پس از آنکه روسیه، اروپا و ایالات متحده امپراتوری بریتانیا را جذب و به خود ملحق کردند در واقع دو کشور از سه کشور عظیم جهانی یعنی اوراسیا و اوشینیا عملا به وجود آمده بود اما کشور سوم یعنی استیشیا پس از ده سال مبارزه و جنگ در و نامرتب موجودیت خود را احراز نمود مرزهای این سه کشور بزرگ در بعضی نقاط یک طرف است و در بعضی نقاط بر اثر حوادث و وقایع جنگ نوسان پیدا می کند. اما به طور کلی این مرزها بر اساس یک خط جغرافیایی تعیین شده است. کشور بزرگ اوراسیا تمام سرزمین شمالی اروپا و سراسر آسیا را از پرتغال تا بابرینگ شامل است. اوشینیا شامل کشورهای آمریکا، جزایر اقیانوس اطلس، بریتانیا، استرالیا و قسمت جنوبی آفریقا می باشد. ایستیشیا که از دو کشور دیگر کوچکتر است و مرزهای غربی آن چندان روشن نیست شامل چین و کشورهای جنوبی آن جزایر ژاپن و قسمت مهمی از منچوری، مغولستان و تبت می باشد. ولی وضع مرزهای قسمت اخیر تابع نوسانات جنگ است. این سه کشور دائما با هم در جنگ هستند. ولی وضع و ترکیب اعضای اتحادیه هایی که بین دو کشور از این سه کشور و به طرفیت کشور سالس تشکیل می شود دائم در تغییر است. جنگ میان این کشورها از 25 سال قبل تا کنون همچنان ادامه داشته است. اما این جنگ ها مثل جنگ های دهه های اول قرن بیستم صورت مبارزات مخرب و خورد کننده را ندارد. بلکه یک نوع عملیات جنگی است که هدف های محدودی دارد. و بین متخاسمینی صورت میگیرد که نه قدرت از میان بردن هم را دارند و نه دلیل مادی برای شروع جنگ و هیچ نوع اختلاف ایدئولوژیکی هم آنها را از هم جدا نمی کند. اما این گفته دلیل آن نیست که خسیسه خونریزی و یا خصیصه های مبارزه طلبی جنگ های قدیم تضعیف شده باشد. بلکه برعکس، هیستیری و مالی خولیای جنگ در تمام کشورها عمومی و دائمی است، و کارهایی مثل بیسیرت کردن دختران دشمن، قارت، قتل عام کودکان، تبدیل یک جمعیت بزرگ به برده، انتقامجویی که گاهی منجر به زنده به گور کردن و جوشاندن اسرای دشمن هم می شود، عادی تلقی می گردد. و اگر از طرف سربازان خودی روی دهد، کارهای شجاعانه و افتخارآمیز به شمار می آید. اما از لحاظ دیگر جنگ‌های جدید با تعداد کمتری از افراد اداره می شود و کسانی که در آن شرکت کنند عموماً متخصصین درجه اول هستند. تلفات آن هم نسبت به جنگ‌های گذشته کمتر است. جنگ ها اغلب روی خط مرزی مبهمی که اشخاص عادی درباره آن اطلاعی ندارند و برای تعیین محل آن فقط باید به حدس و گمان رجوع کنند و یا در اطراف قلاع سیار که نقاط سوق الجیشی وسط دریا را حفاظت می کنند در می گیرد. در مراکز تمدن، جنگ مفهومی بیش از کمبود دائمی مواد غذایی و سقوط گاه گاه بمب‌های فشفشهی که هر بار بیش از چند ده نفر را از میان نمیبرد ندارد. و در واقع جنگ وضع و حالت قبلی خود را از دست داده است. روشنتر بگوییم ترتیب اهمیت دلایل و عللی که جنگ به خاطر آن صورت میگیرد. تغییر کلی یافته است و علل کم اهمیت شروع جنگ های اوایل قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده و نقش اساسی را در شروع جنگها بازی می کند. برای فهم طبیعت جنگ های جدید، که با وجود تغییر اعضای اتحادیه ها همیشه به همان شکل اولیه خود ادامه پیدا می کند. باید در وحله اول توجه داشته باشیم که این جنگ ها هرگز قطعیت ندارد. و هیچ یک از سه کشور بزرگ فعلی را حتی اگر دو کشور دیگر قوای خود را متحد سازند نمی توان فتح کرد. قوای هر سه کشور تقریبا معادل و شبیه هم است و قوه دفاعی طبیعی آنها وحشت انگیز می باشد. اوراسیا را سرزمین های وسیع آن، اوشینیا را اقیانوس های عظیم اطلس و کبیر و استیشیا را پرکاری و پشتکار مردم آن حفظ و حراست می کند. در مرحله دوم باید در نظر داشت که از لحاظ مادی عاملی که به خاطر آن جنگ درگیرد وجود ندارد و با تشکیل کشورهایی که به خود متکی هستند و تولید و مصرف آنها متعادل است موضوع مبارزه برای به دست آوردن بازارهای جدید که یکی از عوامل مهم بروز جنگهای قدیم بود از میان رفته و رقابت برای به دست آوردن مواد خام نیز دیگر برای کشورهای جهان یک مسئله مرگ و زندگی به شمار نمی رود. به عبارت دیگر هر یک از سه کشور بزرگ فعلی جهان به اندازه بزرگ و وسیع است که می تواند را که به آن احتیاج دارد در درون مرزهای خود به دست آورد. و اگر بتوانیم برای جنگ های فعلی یک علت اقتصادی بیابیم، این علت احتیاج به نیروی کارگر بیشتر است. بین مرزهای این سه کشور منطقه تقریبا مربعی وجود دارد که چهار گوشه آن را تنجه، برازاویل، داروین در استرالیا و هنگ کنگ تشکیل می دهد. و در این منطقه که هیچگاه به طور دائم در تصرف هیچ یک از سه کشور بزرگ نیست بیش از یک پنجم از جمعیت جهان زندگی می کنند. برای تسلط بر این منطقه پرجمعیت و همچنین برای تسلط بر قطب شمال است که سه کشور بزرگ دائما با یکدیگر در حال جنگ می باشند. در عمل اتفاق نیفتاده است که هیچ یک از سه کشور بزرگ بر سراسر منطقه مسلط شوند و قسمت از آن دائما دست به دست می شود. برای به دست آوردن فرصت مناسب جهت تسلط بر قطعات مختلف این منطقه و وارد آوردن ضربه های خائنانه اتحادیه ها دائما در حال تغییر است و هر کشور سعی دارد که با فریب دادن کشور متحد خود و دوستی با کشور دشمن ناگهان ضربه ای وارد آورد و قطعی را تصرف کند. سراسر این منطقه دارای منابع زیرزمینی پرارزشی است. و در بعضی قسمت آن محصولات نباتی مهمی از قبیل لاستیک به دست می آید که در مناطق سرسیر برای به دست آوردن با خرج هزینه های گذاف باید از محصولات مصنوعی استفاده کرد. اما از همه مهمتر در این منطقه یک منبع فناناپذیر قوه کارگری ارزان قیمت وجود دارد. به هر کشوری که بر منطقه استوایی آفریقا یا کشورهای خاور میانه یا هند جنوبی و یا جزایر اندونزی مسلط باشد صدها میلیون نفر کارگر ارزان قیمت پرکار نیز در اختیار خواهد داشت ساکنین این منطقه که تدریجا به صورت برده اند دائما از یک فاتح به فاتح دیگر منتقل می شوند و از آنها مثل مواد اولیه مختلف از قبیل زغال سنگ یا نفت برای پیروزی در مسابقه تقویت تسلیحات و فتح سرزمین های جدید و تسلط بر گروه بیشتری از کارگران ارزان قیمت و مجددن تقویت تسلیحات فتح سرزمین های جدید و تسلط بر گروه بیشتری کارگر و ادامه این دور تسلسل پایان ناپذیر استفاده می شود. همانطور که قبلا گفتیم جنگ ها هیچگاه از ناحیه مورد اختلاف تجاوز نمی کنه. سرحدات اوراسیا بین ناحیه کنگو و سواحل شمالی مدیترانه مرتبا در تغییر است. دو کشور ایستیشیا و اوشینیا جزایر اقیانوس هند و اقیانوس آرام را یا از دست می دهند یا تصرف می کنند. و در مغولستان خط مرزی بین ایستیشیا و اوراسیا هیچگاه ثابت نیست. در اطراف قطب شمال هر سه کشور مدعی مالکیت عراضی وسیعی هستند که نه یک نفر در آن زندگی می کند و نه تا کنون اکتشاف شده است. اما توازن قوا در هر حال و همیشه به یک حال باقی می ماند. و سرزمینی که قلب و منطقه اصلی هر کشوری به شمار می رود هیچگاه مورد تعرض قرار نمیگیرد و از این گذشته نیروی استثمار شده مردم منطقه اطراف خط استوا در حقیقت برای اقتصاد جهان لزومی ندارند و چیزی به ثروت جهان نمی افزایند. زیرا هرچه که این کارگران تولید می کنند به مصرف تهیه مقدمات جنگ می رسد. و هدف شروع یک جنگ نیست همیشه آن است که برای شروع یک جنگ دیگر و از بهتر و آمادگی بیشتری به وجود آید. در واقع وجود این کشورها و جمعیت عظیم آن که قابل برده شدن است موجب می شود که عملیات جنگی سریع شود. حالان که اگر این کشورها و جمعیت آن اصولا وجود نمی داشت. ساختمان اجتماع جهان و نحوه و روش ادامه زندگی آن از لحاظ کلی تفاوتی پیدا نمی کرد. هدف اصلی از عملیات جنگی جدید استفاده از محصولات ماشین بدون بالا بردن سطح زندگی است. تقریبا از اواخر قرن نوزدهم اجتماع صنعتی همیشه با این مشکل که با مازاد محصولات مصرفی چه باید کرد مواجه بوده ولی در حال حاضر به علت اینکه فقط عده معدودی از مردم جهان غذای کافی دارند این مسئله خطر خود را از دست داده است جریان کارها به نحوی اداره می شود که اگر هم از وسایل مصنوعی برای از میان بردن محصولات غذایی استفاده نشود باز و از به همین منوال خواهد بود و اکثریت مردم در گرسنگی به سر خواهند برد. دنیای امروز با مقایسه با دنیای قبل از 1920 یک دنیای گرسنه، برهنه، و خورد شده است. و اگر توجه کنیم که مردم آن دوره آینده را نسبت به دوره خود یک دوره درخشان تصور می کردند. متوجه می شویم که وضعی که فعلا بر جهان حکم فرماست تا چه حد از آنچه که در آن دوران تصور می شد به دور است. در اوایل قرن بیستم تقریبا هر فرد با سوادی تصور می کرد که دنیای دوره های بعد به نحو باور نکردنی ثروتمند و منظم خواهد بود و مردم در کمال رفاه زندگی خواهند کرد. جهان به صورت یک ساختمان عظیم و درخشان فولاد و شیشه در خواهد آمد و مثل برف درخشندگی خواهد داشت. در آن روزگار علم و تکنیک به سرعت پیش می رفت و این تصور طبیعی بود که پیشرفت همچنان ادامه خواهد داشت. اما این انتظارها به دو علت عملی نشد. اولان که جنگ ها و انقلاب های مداوم فقر و گرسنگی را توسعه داد. و دومان که پیشرفت های علمی و تکنیکی بیشتر متکی به عادت تجربی بود و چنین چیزی در اجتماعی که طبق اصول نظامی اداره می شود نمی تواند وجود داشته باشد. به هر حال روی هم رفته دنیای امروز بیش از پنجاه سال قبل زندگی ابتدایی دارد. البته بعضی نواحی عقب مانده پیشرفت هایی به دست آوردند و بعضی وسایل جدید که بیشتر به کار جنگ یا سرویس های جاسوسی می خورد کشف یا اصلاح شده. اما تجربیات و اختراعات علمی متوقف گشته و خسارات شدید جنگ های اتمی که در دهه پس از 1950 رخ داد هرگز به طور کامل جبران نشده است. اما خطر ذاتی ماشین همچنان به جای خود باقی است. از اولین لحظه‌ای که ماشین در زندگی بشر ظهور کرد تقریبا همه مردم متفکر جهان این عقیده را پیدا کردند که احتیاج جهان به کار طاقت فرسای بشری از میان رفته است. و اگر نیروی ماشین برای وصول به همین هدف مورد استفاده قرار می در طی چند نسل، گرسنگی، کار شاق، کسافت و بیسوادی و بیماری از میان می رفت. و در حقیقت در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیروی ماشین بدون نظر یا نقشه قبلی به موجب یک جریان خودکار موجب ترقی قابل توجه و فوقلاده سطح زندگی شد. اما از طرف دیگر این نکته روشن بود که افزایش عمومی میزان ثروت سازمان طبقاتی اجتماع را در معرض خطر خرابی و سقوط قرار میداد و در واقع در بعضی موارد خود این افزایش ثروت خرابی و سقوط بود زیرا در دنیایی که در آن ساعات کار عموم مردم کوتاه باشد همه غذای کافی داشته باشند و در خانه‌ای که تخت خواب و یک یخچال دارد زندگی کنند. و همه دارای یک اتومبیل و یا حتی یک تیاره باشند بارزترین و شاید هم مهمترین شکل عدم تصاوی از میان می رود و اگر این وضع عمومیت کامل پیدا کند ثروت به هیچ وجه نمیتواند عامل تمایز بین مردم باشد ولی البته تصور ایجاد یک اجتماع که در آن ثروت بین همه به طور تصاوی تقسیم شود ولی قدرت در دست عده معدودی متمرکز بماند امکان پذیر اما در عمل چنین اجتماعی نمی توانست برای مدت طولانی صبات خود را حفظ کند. زیرا اگر همه مردم می توانستند از لذت و امنیت یکسان برخوردار شوند توده های عظیم مردم که معمولا به طرز وحشتاوری گرفتار فقر هستند با سواد می شودند. فکر کردن را یاد می گرفتند درباره زندگی و اجتماع تفکر می کردند و هنگامی که چنین وضعی ایجاد می شود، مردم دیر یا زود متوجه می شدند که طبقه ممتاز بیجهت از امتیازات استفاده می کنند و حتما آن را از میان می بردند. به عبارت دیگر نتیجه مطالعات اجتماعی این بود که وجود یک جامعه طبقاتی فقط بر اساس فقر و نادانی می تواند امکان پذیر باشد. از طرف دیگر بازگشت به دوران زندگی کشاورزی آنطور که بعضی دانشمندان اوایل قرن بیستم پیش بینی می کردند امکان پذیر بود. زیرا این فکر با تمایل به مکانیزاسیون و صنعتی شدن که به تدریج در سراسر جهان به صورت یک غریزه ثانوی در آمده بود مقایرت داشت و از این گذشته هر کشوری که از لحاظ صنعتی عقب می ماند از لحاظ نظامی در وضع نامناسبی قرار می گرفت. و طبعا رقبای جلو افتاده تر کشور مزبور می توانستند به آسانی بر آن تسلط پیدا کنند محدود کردن تولید مواد غذایی و فقیر نگه داشتن توده های مردم راه حل رضایت بخش و مناسبی نبود این راه حل تا حدی در آخرین مراحل تکامل سرمایه داری و تقریبا بین سالهای 1920 و 1940 روی داد. اجازه داده شد که اقتصاد بسیاری از کشورها دچار رکود شود. سرزمین های وسیعی کشت نشود. کارخانه ها توسعه نیابد و جمعیت کثیری از مردم بیکار بگردند و از محل اعانات سازمان های خیریه دولتی شکم نیمه سیری داشته باشند. ولی این کار ضعف نظامی به دنبال می آورد. و از آنجا که فقر و گرسنگی ناشی از آن هم به نحو آشکاری غیر لازم به نظر می رسید مخالفت را گریزناپذیر می زا. مسئله اینجا بود که چطور میتوان بدون افزودن به میزان ثروت حقیقی جهان چرخهای صنعت را به حرکت واداشت کالاها باید تولید شود ولی نباید توضیح گردد و در عمل تنها راه رسیدن به این هدف جنگ های دائمی شناخته شد عمل اساسی جنگ تخریب و نابود ساختن است. اما لازم نیست که این تخریب متوجه حیات بشر شود. بلکه امکان دارد که فقط تولیدات بشر را از میان ببرد. جنگ وسیله است که به کمک آن میتوان محصولات و موادی را که برای مرفه ساختن بیش از اندازه افراد بشر به کار می رود و در نتیجه پس از مدتی آنها را باهوشتر می کند خرد و نابود ساخت تکه تکه کرد تبدیل به قبار کرد و یا به اعماق سیاه دریا فرستاد و یا هنگامی که تسلیحات جنگی در جریان جنگ واقعا از میان نمی رود ادامه تهیه سلاح‌ها راه مناسبی برای مصرف نیروی کارگری در جهت تولید کالاهایی است که قابل مصرف نمی باشد و در نتیجه سطح رفاه را بالا نمی برد و از آن جمله ساختمان یک قلعه شناور می تواند نیروی کارگری عظیمی را که برای ساختن صدها کشتی تجاری کافی است به خود جذب نماید این قلعه شناور را می توان پس از گذشت مدتی بدون اینکه نفعی آید هیچ کس کرده باشد به عنوان اینکه ناقص است و یا از کشفیات جدید در آن استفاده نشده از دور خارج کرد و بار دیگر نیروی کارگری عظیمی را صرف ساختمان یک قلعه شناور جدید نمود جنگ اصولا همیشه طوری تنظیم می شود که بتواند مواد مازادی را که پس از تأمین احتیاجات کاملا ابتدایی مردم باقی میماند جذب کند اما در عمل همیشه احتیاجات عمومی کمتر از آنچه هست تخمین زده می شود و نتیجه آن است که در مورد همه ضروریات زندگی کم بود مشاهده می شود اما این موضوع از نظر طرفداران این اصول یک موفقیت بزرگ به شمار می روید. و حتی سیاست بر این قرار گرفته که طبقات ممتاز و متنعم نیست همیشه در مرز کمبود مواد غذایی قرار داشته باشند و عقیده بر این است که کمبود عمومی مواد مصرفی بر اهمیت امتیازات کوچک می افزاید. و امتیاز موجود بین یک طبقه و طبقه دیگر را بزرگتر و درخشانتر نشان میدهد. و به هر حال در حال حاضر حتی یک عضو داخلی حزب هم به مقیاس زندگی اوایل قرن بیستم زندگی سخت و مشقتباری را می گذارد. اما امتیازات معدودی که برای اعضای داخلی حزب قائل شدند و عبارت از یک آپارتمان بزرگ، پارچه های لباسی بهتر، غذا و قهوه و مشروب مطبوع و دو یا سه نفر مستخدم و یک اتومبیل و گاهی یک هلیکوپتر شخصی است او را در محیطی قرار می‌دهد که با محیط زندگی افراد خارجی حزب کاملا متفاوت است اعضای خارجی حزب هم به نوبه خود و در مقام مقایسه با توده عظیم مردم که ما آنها را کارگران می‌نامیم از امتیازات مشابهی استفاده می‌کنند و روی هم رفته محیط اجتماعی شبیه محیط یک شهر محاصره شده دارند که تملک یک تک گوشت اسب تفاوت بین فقر و ثروت را مشخص می کند و توجه به وجود جنگ و وجود خطر ایجاب می کند که تنها شرط طبیعی ادامه بقا تسلیم تمام قدرت به یک دسته معدود باشد جنگ همانطور که بعد خواهیم دید نه فقط تخریب مورد لزوم را انجام پذیر می نماید بلکه از نظر روحی نیز این تخریب را برای مردم قابل قبول می سازد. زیرا از لحاظ اصولی شاید این راه حل خیلی ساده به نظر برسد که برای فقیر ساختن مردم نیروی عظیم کارگری را با ساختن معابد و اهرام، حفر کانالها و پر کردن مجدد آن و یا حتی تولید مقادیر زیادی مواد مصرفی و آتش زدن آن به هدر بدهید. اما این راه فقط اساس اقتصادی و نه اساس روانی لازم برای یک جامعه طبقاتی را به وجود می آورد. اما آنچه که در اینجا مورد توجه هست روحیه کارگران نیست. زیرا در هر حال عقاید آنها تا هنگامی که مداوم مشغول به کار هستند چندان اهمیتی ندارد بلکه روحیه خود حزب اهمیت دارد حتی پایین ترین افراد حزبی نیز لازم است که با ارزه فعال و حتی در حد معینی باهوش باشد ولی همچنین لازم است که آنها افرادی متعصب، مؤمن و جاهل بوده و ترس، تنفر، تملق و علاقه به پیروزی بر ارکان وجودش مستولی باشد و این روحیه حالت جنگ را در او ایجاد می کند و به این جهت این نکته که اصولا جنگ در جریان هست یا نه و اینکه جریان جنگ به نف یا به ضرر کشور می باشد اصلا اهمیتی ندارد زیرا پیروزی قطعی نصیب هیچ طرفی نمی شود. آنچه که مورد نیاز و مورد لزوم است این است که در هر حال جنگی وجود داشته باشد هیچ یک از کشور بزرگ هیچگاه برتری قابل توجهی نسبت به دو کشور دیگر پیدا نمی کند. نکته جالب اینجاست که هر سه کشور دارای بمب‌های اتمی هولناکی هستند که از تمام سلاح‌های دیگری که دانشمندان برای اختراع آنها تلاش می‌کنند نیرومندتر است. حزب بر حسب عادت خود ادعا می‌کند که این بمب‌های اتمی را خود اختراع کرده است. اما بمب‌های اتمی اولین بار در دهه بعد از 1940 به کار رفت و ده سال بعد نیز در یک جنگ وسیع و دامن دار مورد استفاده قرار گرفت. در آن هنگام چند صد بمب اتمی بر روی شهرها و مراکز صنعتی جهان و به خصوص مراکز اروپای غربی، روسیه و آمریکای شمالی پرتاب شد و نتیجه آن چنان بود که طبقات حاکمه تمام کشورها را معتقد کرد که اگر چند بمب دیگر پرتاب شود سازمان اجتماعی جهان و در نتیجه قدرت خودشان در هم خواهد ریخت برای همین از آن به بعد با آنکه هیچ نوع قرارداد رسمی بسته نشده و هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفت های اتمی مورد استفاده قرار نگرفته است و اینک هر سه کشور فقط مشغول تهیه و ذخیره کردن این می میباشند تا در روزی که سرنوشت جهان را تعیین خواهد کرد و دیر یا زود فرا خواهد رسید مورد استفاده قرار گیرد. از هلیکوپتر بیش از گذشته استفاده می شود و هواپیماهای بوم بفکن جای خود را به فشفشه های خود کار داده است. ولی از اینها گذشته پیشرفت مهمی حاصل نشده. تانک زیر دریایی اجدر مسلسل و حتی تفنگ و نارنجک دستی هم هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. و با وجود انتشار اخبار مربوط به کشدارهای دست جمعی در روزنامه ها و تلسکرین جنگ های هولناک قدیمی که طی آن صدها هزار و گاه میلیون ها نفر ظرف چند هفته کشته میشدند. دیگر هرگز تکرار نشده است. در تحت این شرایط واقعیتی به وجود آمده که هیچگاه آن را اعلام نمی کنند. اما همه جا درک شده و بر مبنای آن عمل می شود. و این واقعیت آن است که شرایط زندگی در هر سه کشور بزرگ به میزان زیادی با هم مشابه هست در اوشینیا ایدئولوژی جاری و معمولی را سوسانگ مینامند. در اوراسیا نئوبولشویسم نامیده می شود و در استیشیا یک نام چینی دارد که اغلب به ستایش مرگ ترجمه می شود. ولی شاید اگر محو نفس گفته شود بیشتر به مفهوم واقعی نزدیک شده باشد. به اهالی اوشینیا اجازه داده نمی شود که چیزی از مفهوم دو طرز فکر و فلسفه جاری جهان درک کنند. ولی به مغز آنها تزریق می شود که سایر طرز فکرها علیه اخلاق و ناسالم تلقی شده و آن را گناه بپندارند. اما در حقیقت بین این سه طرز فکر هیچ اختلافی وجود ندارد. و به خصوص سیستم های اجتماعی که این طرز فکرها از آن پشتیبانی می کنند به هیچ وجه تفاوتی با هم ندارند. در هر سه کشور یک سازمان هرمی شکل اجتماعی وجود دارد و یک رهبر نیمه خدا مورد ستایش عموم است. سیستم اقتصادی خاصی که نتیجه جنگ است و به خاطر جنگ به وجود آمده به چشم می خورد. و نتیجتا هیچ کدام از این سه کشور نه فقط نمی توانند بر هم پیروز شوند بلکه حتی در صورت پیروزی نیز سودی نمی برند. و برعکس تا هنگامی که هر سه به موجودیت خود ادامه می دهند مثل سه ساقه گندم پشتیبان هم هستند. و مطابق معمول طبقه حاکمه هر سه کشور در آن واحد هم می دانند و هم نمی دانند که چه می کنند. کوشش و فعالیت شبان روزی آنها برای فتح جهان است اما زمنان می دانند که لازم است جنگ برای همیشه ادامه داشته باشد و هیچگاه با پیروزی روبرو نشود در زمن این حقیقت که خطر شکست وجود ندارد انکار واقعیات را که نقطه اساسی سوسانگ و طرز فکرهای رقیب آن می باشد امکان پذیر می کند. به این دلیل که هر سه کشور بزرگ شکست ناپذیر هستند هر یک از آنها در واقع به صورت دنیای جداگانه ای در آمدند که در درون آن هر نوع تحریف عقیده در کمال آسانی امکان پذیر است. و واقعیت ها فشار خود را فقط در زندگی روزمره مانند احتیاج به خوردن و نوشیدن، مسکن و پوشاک و موضوعاتی نظیر آن می توانند اعمال کنند. بین مرگ و زندگی و بین لذت بدنی و زجر بدنی هنوز تفاوتی وجود دارد ولی داستان به همین جا ختم می شود. یک فرد اوشینیایی به علت اینکه ارتباطش با دنیای خارج و گذشته قطع شده وضعی شبیه به کسی دارد که در فضای بین ستاره ها و در جو لایتناهی گرفتار شده هیچ ای در اختیارش نیست که بداند چه جهتی به سمت بالا و چه جهتی به سمت پایین می رود. فرمان این چنین کشوری قدرتی بالاتر از حتی فرائنه و سزارهای رومی دارند. این فرمان روایان ناچارند که برای اتباع خود به اندازه بخور و نمیر مواد غذایی فراهم کنند. و از مرگ و میر آنها به تعدادی که نامتناسب است جلوگیری کنند. همچنین ناچارند که قدرت نظامی کشور خود را در سطح قدرت نظامی کشورهای رقیب نگه دارند. ولی به محض تامین همین حد اقل می توانند حقیقت را به هر شکلی که میل دارند در بیاورند یک صلح دائمی در واقع نتیجه یک جنگ دائمی است و این امر مفهوم واقعی و حقیقی این شعار حزب است که میگوید جنگ صلح است وینستون خواندن را قطع کرد. در یک نقطه دور یک بمب فشفشهای قرش کرد. احساس پر از مسرتی که از تنهایی در اتاق و خواندن یک کتاب ممنوع به او دست داده بود هنوز از میان نرفته بود. تنهایی و امنیت لذتهای بدنی پرهیجانی به شمار می رفت. و این لذت همراه با خستگی و کوفتگی بدنش نرمی مبل و نسیم ملایمی که از پنجره به داخل اتاق میوزید و با گونه هایش بازی میکرد او را در حالت پرنش ای فرو برده بود کتاب او را مسهور کرده و یا به عبارت بهتر مطمئن نش کرده بود. کتاب چیز تازه‌ای به او گفت ولی جذابیت خاصی داشت حاوی همان مطالبی بود که خود او اگر قادر به مرتب کردن افکار پراکنده خود میشد می توانست بیان کند این گفته ها محصول افکاری شبیه افکار خودش بود اما افکاری به مراتب قوی تر و منظم تر در این حال روشن بود که این افکار به هیچ وجه تحت تاثیر ترس و وحشتی که او گرفتارش است نمی باشد. فکر کرد که بهترین کتاب ها آنهایی هستند که آنچه را که شخص قبلا می داند بازگو کنند. صفحات کتاب را برگردان تا به فصل اول برسد. اما در همین هنگام صدای پای جولیا را از پله شنید و از جا بلند شد و به استقبال او رفت جولیا کیف قهوه‌ای رنگ ابزار را که به همراه آورده بود روی کف و اتاق پرتاب کرد و خود را به آغوش وینستون انداخت از آخرین ملاقاتشان بیش از یک هفته میگذشت وینستون گفت کتاب و گرفتم جولیا بدون اینکه علاقه زیادی نشان دهد گفت او راستی و بعد برای درست کردن قهوه کنار بخاری نفتی زان زد در این بار دیگر صحبتی نکردند به رخت خواب رفتند و نیم ساعتی گذشت هوا به اندازه کافی خنک بود و به این جهت لحاف را روی خود کشیده بودند از حیات پایین صدای آواز که به آن اونس گرفته بودند و صدای پا شنیده میشد. گویی زن بازو قرمز که وینستون در روز اول او را دیده بود جزء جدا نشدنی حیات است و در تمام ساعات روز بین بند رخت و تشت رفت آمد می کند. یا آواز می خاند و یا گیره های رخت را به دهان دارد. جولیا به پهلو در تخت خواب افتاده و در شرف به خواب رفتن بود. وینستون کتاب را که کف اتاق افتاده بود برداشت و به میله های بالای تخت خواب تکیه داد. نشست و گفت باید این کتاب رو بخونیم. تو هم باید بخونی. تمام اعضای سازمان و باید این کتاب رو بخونند. جولیا در حالی که چشمهایش را بسته بود گفت تو بلند بخون. بهترین راه همینه. همونطور که میخونی برای من توضیح بده. ساعت شش بعد از ظهر یعنی ساعت هجده را نشان میداد. سه تا چهار ساعت وقت داشتند. وینستون کتاب را روی زانوانش تکیه داد و شروع به خواندن کرد.